جاودان کرده دنیای فقر و بندگی، چیده خواهد ما را برد به جنگ مرگ و زندگی. باید از ریشه برانداریم کنه جهان جور و بند، آنگه جهان سازی میتونگان هرچی گردن. روز قدیم دارم آخری رد با درود به بینندگان تلویزیون برابری، پیشاپیش اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران و به همه کارگران جهان تبریک میگم. اول ماه مه روز کارگر امسال در حالی فرا میرسه که کارگران علیه نظام بهره‌کشی انسان از انسان در حال نبردن و وضعیت کارگران در عرصه جهانی روز به روز شرایط بسیار بی‌ثباتی رو پشت سر می‌ذاره و این بی‌ثباتی در کشورهایی که حکومت‌های توتالیتر برخوردارن وضعیت کارگران بسیار بدتره، از جمله کشور ما ایران. برای اینکه ببینیم اوضاع کارگران در ایران چگونه است و مبارزات کارگران در طی یک سال اخیر که پیش بردن چگونه بود، با دو فعال کارگری، رفقا علی خدری و رفیق حسین مقدم همراه میشیم تا نظرات ایشون رو در مورد وضعیت کارگران ایران بپرسیم. سلام رفقا، خوش اومدیم. سلامو از رفیقمون آیه علی خدری شروع میکنم. ازشون میپرسم که در شرایطی که واقعیت هم در عرصه جهانی سیاست نئولیبرالیسم در پیش برده میشه و شرایطی که با جنگ و کشتار همراست، میخوام ببینم چه تأثیری این سیاست در زندگی کارگران به خصوص کارگران کشور ایران در طی یک سال اخیر داشته. با درود به شما و بینندگان تلویزیون برابری و تشکر از این که ما را دعوت کردی در این برنامه شرکت کنیم. پیشا پیش اول مهر را به همه کارگران جهان تبریک میگویم. امیدوارم که در سال آینده با پیشروی ها و موفقیت های بیشتری روبرو باشیم. یه اصطلاحی هست تو انگلیسی میگه how to make money، چجوری پول درست کنیم. این در واقع سیاست نیولیبرالیزمه. اصلا زندگی چه باشه چه نباشه چیزی نداره تو سیاست و بوچون و نقش عمل جریانات چیز نیولیبرالیزم. نیولیبرالیزم به طور واقعی همون لیبرالیزمیه که در اول الله بود، که بازار آزاد و بیزنسمن ها و سرمایه دارها آزاد باشن که چجوری نیروی کار رو به طور واقعی استثمار کنن. اگه در همین چند سال اخیر نگاه کنی تو کل دنیا واقعا شرایط کاری و اقتصادی کارگران در بدترین شرایط بوده. این سیاستی است که نیولیبرالیزم به طور واقعی پیش گرفته و میخواد جلو برد. در هر صورت همونطور که اشاره کردی ما در حال یه بحران عظیمی هستیم تو جهان. کلن نیولیبرالیزم در حال حاضر در میشه گفت در چندین سال اخیر تو بحران عمیقی روبرو بوده، به خاطر اینکه تنها هدفش جمع‌آوری و پول و انباشت پول و انباشت سرمایه بوده، نه ببود. این خود همین
به هر صورت از یه طرف دست خریداره رو خالی میکنه، امکانات مالی رو از دست کارگرا و مصرف کنندگان کمتر میکنه. خود همین سیاست باعث شده که خود این جریان به بحران با بحران رو بروشه. این یک بحرانه. یکی دیگه این که تو جهان اگر نگاش کنیم، ما تو دوره اخیر با یه بحران دیگه که تقسیم دوباره و مجدد جهان هستیم، از نظم نوین گذر کردیم به یه جهان دیگه، یک تازی امریکا تمام شده، یعنی مشتریه های بزرگتری و بیشتری پیدا شدن برای تقسیم مجدد جهان و همین باعث جنگ و دعوا و تغییر تحولات بزرگی شده. خود همین جنگ، خود همین بحران مشکلاتش رو سرریز کرده به روی طبقه کارگر و روی مزد بگیرانی که تو جهان هستن. اگر به خود ایران نگاه کنیم، اشاره کردی به مسئله نیولیبرالیزم در چارچوب چیز سیستم رانتخاری و اینا که دیگه این نور الله نوره که یه سری هرچی درآمد و امکانات تو اون جامعه هست و در بین خودی ها یا در بین وابستگانشون تقسیم میکنن و هیچ حسابرسی وجود نداره، هیچ حتی همون بازار آزادی هم که سرمایه ها بتونن یا تولیدشون رو در چیز کمپیتیشن یا چه بهش میگن فارسیش یادمون رفته، رقابت، در حالت رقابت بتونن بالانسی ایجاد کنه، اینم تو ایران موجود نداره. و تو همین روزنامه های خود جمهوری اسلامی نگاه میکنید، مثلا تو چیز هم میهن نوشته که در 28 سال اخیر کارگران کمترین دستمزد گرفتن، کمترین مزد بگیرن، کمترین در 28 سال اخیر کمترین درآمد داشته. یا مثلا وقتی نگاه میکنی به تورمی که الان هست، بحث اقتصادان ها تذکر 60% 65% داره میدن و داره بحرانش میکنه. مثلا خود همینا، مثلا یکی از اعضای شورای عالی کار مثلا اشاره کرده که باید 23 میلیون یعنی چیز کردن مزد کارگره باشه، در صورتی که وقتی ما به تعیین دست مزد برمیگردیم چه فلاکتی رو به کارگره تحمیل کردن. یعنی این یک واقعیتی که نیولیبرالیزم و به خصوص نیولیبرالیزم در چارچوب رانتخاری و یا چیزی که تو جامعه ایران هست رو داریم مشاهده میکنیم، به کارگران و مزد بگیران جامعه ایران تحمیل کرده. حتی بعدا برمیگردیم به شرایط کارگران و مبارزاتشون، ولی ما شاهد این هستیم که اعتراضات کارگران، فعالیت های کارگری برای به دست آوردن حقوقشون، برای ایجاد تشکل های کارگری، ما شاهد این هستیم که بله، ما شاهد هیچ گونه تشکل و یا سازمانی در بین طبقه کارگر یا در جامعه کارگری نیستیم. اینا معضلاتی است امروز که کارگران باش دست پنجه نرم میکنن، ولی ما شاهد مبارزات و فعالیتایی هستیم که از طرف کارگران و شاهد سرکوب هم هستیم از طرف رژیم، با وجود عدم تشکل و سازمان و ارگان هایی که باید بتونن کارا و فعالیت خودشون پیش ببرن. حتی بعدا به این برمیگردیم. نظر من این واقعیتی که امروز نیولیبرالیزم چه تو جهان و چه تو ایران بر کارگران و مزد بگیران تحمیل کرده، ما در یه شرایط گذر به سر میبریم. حتما برمیگردیم. حتما. رفیق حسین، از شما میپرسیم که ببینیم، بیشتر هدفم اینه که در مورد شرایط فشاری که از طریق نولیبرالیسم بر کارگران ایران اومده، مثلا چه تأثیری این سیاست تونسته در یک سال اخیر بر زندگی کارگران داشته باشه، نظر شما رو جویا میشیم. با درود به شما و رفیقمون علی عزیز و بینندگان شما، و تبریک
اول ماه می به همه عزیزان در سراسر جهان و تأسف از اینکه حکم اعدام توماج عزیز رو دریافت کردیم که سراسر جهان برای شور حرکت علیه رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به وجود میاره. امیدواریم که بتونیم با این حرکت‌های همگانی و با این حرکت‌هایی که تمام احزاب، سازمان‌ها، نیروها، فعالین جنبش کارگری و همه انسان‌های آزادی‌خواه داره به وجود میان استوب بدیم. اما راجع به این مسئله سیاست نئولیبرالیستی که شما صحبت کنیم، تمام این اسم‌ها رو در واقع ما باید خلاصه بکنیم در سود و سرمایه و انباشت مجدد سرمایه. سیاست نئولیبرالیسم در واقع از دهه 1970 به وجود اومد. قبلا نمیتونیم بحث سیاست اقتصادی بود، ریکاردو بود، قطعا کینز بود و بعد اواخر این نئولیبرالیسم آوردن که یکی از اقتصاددانانی که پشت این حرکت هست میلتون فریدمنه که در واقع در این اوضاع کنونی خیلی از مسائلشون رو داره فرموله میکنه و اینو نباید اقتصاددان گفت، واقعا باید یه جلاد قرن دونست. من یک کتابی اینجا نشون میدم، امیدوارم که بیفته تو چارچوب چنان دکترین شوک که خدمت شما عرض شود. خانم نائمی کلاین اینو با محقق فعال سیاسی است و یهودی تباره که خطبت شما عرض بشود اینو به رشته تحریر در آورده و همین چند روز پیش در آمریکای سخنرانی داشت علیه این جنگ، خطبت شما سینوستی علیه فلسطین و نوار غزه که باز ضرب شرط بسیار زیادی تو هم شد و خیلی در ملای آن برای دانشجوها در خیابان داشت میکرد که خیلی آرام دستگیر کردن. این زن یه دون از زنهای فعال سیاسی است. برشد سیستم سرمایه‌داری نئولیبرالیستی از سال 1970 که وارد شد، واقعیت امری که هر جایی که رفت از آمریکای لاتین تا خدمت شما عرض بشد آفریقای جنوبی و خدمت شما از مراکش برزیل و آرژانتین و فیلیپین و هر جایی که رفت فاصله طبقاتی رو اضافه کرد، یعنی فقر و غنی رو، دارا و ندار و کارگر سرمایه‌دار و این فاصله رو بسیار افزایش داد. این سیاست تعدیل اقتصادی به وسیله سیستم سرمایه‌داری از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و دولتاش تحمیل و الغا شد. به این سیاست های تعدیل اقتصادی چند مسئله بسیار مهم داره، من پاری پارامترهاش رو میگم. از جمله یکی از پارامترهاش کوچک کردن مسائل اقتصادی دولتی است و بزرگ کردن سرمایه‌داری خصوصی است و سیاست های تعرفی گمرکی رو باید تغییر بده به نفع سیستم سرمایه‌داری. همچنین سیاست های تک ارزی رو که ما میبینیم امروزه چه بلایی به سر جامعه آورده و باز کردن درها به طرف سیستم سرمایه‌داری جهانی و امنیتی سرمایه‌داری که البته این در هر کشوری شرایط و مختصات خاص خودشو داره. یه دونه از سیاست های وحشتناک این مسئله سیاست تعدیل اقتصادی در چارچوب نئولیبرالیسم سیاست تعدیل نیروست که شما بگین اخراج، که ما هر کدوم اینا رو بتونیم بیاییم الان باز بکنیم مسائل وحشتناکی رو در بر میگیره. وقتی ما میگیم بزرگ کردن بخش خصوصی، اینجا بخش خصوصی ما نداریم که، اینا یه سری رابطه هایی دارن با دولت مردان و حاکمیت که این در واقع خیلی مشکلات عدیدی رو به وجود میاره، چون اینا اساس مدیرانی که میفرستن اصلا هیچ سررشته ای از اقتصاد نداره. این یه دونه از مسائل بزرگشه. سیاست های تعرفی گمرکی که ما گفتیم و نمونهش شما در هفته پی میبینید که چجوری اینا جامعه که راحت داشت به قول معروف شکر رو تنظیم کرد و مسئله رو خیلی درستی داشت به پیش میارد، با یه سیاست تعرفی گمرکی گذاشتن روش و وارد کردن شکرها رو از خارج
و چه ضربات وحشتناکی به 4-5 هزار کارگر زدن که این همه حرکت ها و فلان رو شما داریم. این نمونی از اونه که یکی از جنایه سیستم سرمایه‌داری این حرکت رو داشت به پیش می‌برد. سیاست های ارزی رو که شما می‌بینید با سیاست های ارزی کردن الان دیگه فرستادن به حدود رسوندن به حدود 60,000 دلار 60,000 تومان معذرت می‌خوام. و این نتیجه در واقع نتیجه این سیاست های تعدیل اقتصادی در جامعه ایران باعث بحران مشروعیت بحران اقتصادی شد و تورم گرانی باعث شد که کمر 90% از آهاد مردم به ویژه کارگران زحمتکشان به توی دستان رو بشکنه و 10% در اینجا میتونن فربه باشن که از عوامل مزدوران خاص خودشون هستن. تقریبا ما اگر حالا بیکاری رو بذاریم کنار که یکی از مختصات خاص این سیاسته، کلن سیاست اقتصاد سرمایه داری است، ما درآمدهایی که داریم بعدم که ما بیشتر صحبت میکنیم درآمده تقریبا ثابت، یعنی نسبت به تورم به تناسب تورم نمیره جلو. در واقعیت به نوعی ما هزینه های رو نمیتونه برآورد کنه. مردم بسیار در مضیقه هستن، با درآمد بسیار کم هزینه های بسیار زیاد، هزینه مسکن، سوخت، درمان، پوشاک، تحصیل و و و به اینا باعث میشه که تقریبا جامعه بره به اون سمتی که در واقع فقر و فساد و قاچاق و خدمت شما عرض بشود مسائل خاصی که جامعه در بر میگیره، فحشا و همه اینا فقر فلاکت در واقع به وجود میاره در جامعه که حرکت های خاص خودشم داره. یعنی جنبش های اجتماعی هم در همین زمینه از جنبش های زنان گرفته تا کارگران، از جنبش های دانشجویی در دانش آموزان و معلمین و بازنشستگان و کامیونداران همه رو در بر میگیره. این در واقع به این دلیله که در واقع این سیاست با این حرکت هایی که کرد در واقع شما گفتین چه هرچی مسائل مردم، یعنی در واقع میشه که مردم آچماس کرده و به همین دلیلی که چیزی برای مردم نذاشته و در واقع این حرکت های روزمره جامعه رو ما میبینیم که هر آن با کوچکترین مسائل جامعه به طرف جلو سوق داده میشه و آبستن حوادث خاص خودش. مرسی رفیق علی. شما در صحبت های خودتون از مسئله درآمد کارگران گفتیم و رفیق حسین هم در مورد درآمد کارگران گفت. خب ما امسال با مشکلات بسیار زیادی کارگران روبرو بودن، از جمله لغو اجتماعی ماده 41 قانون کار. شما به عنوان فعال کارگری واکنش کارگران رو در صورت لغو اجتماعی ماده 41 قانون کار رو چگونه میبینید؟ همین دستمزد پایینی که مثلا برای نمونه کارگران شکلاتسازی تبریز برای 11 ساعت کار 9 میلیون میگیرن. شما این تورم رو نگاه کن، مثلا خود این سران رژیم و این اعضای شورای عالی کار جمهوری اسلامی میگه 30 میلیون یا بالای 25 و 26 میلیون سبد معیشته. ولی از این طرف نگاه میکنیم مثلا کارگران شکلاتسازی نمونه خیلی زیاد از اینه، کارگرهای هستن مثلا 9 میلیون ها نمیگیره. با این شرایط و با این وضعیت و گویا قائم ماده 41 قرار است که بر مبنای تورمی که در جامعه هست مزد رو تعیین کنه یا مزایه هایی که به کارگرها باید داده بشه بر طبق تورم پیش آمده که در هر سال پیش میاد تعیین کنن. همین را هم میگیرن از کارگران، یعنی به صراحت به کارفرما میگن شما هر کاری میتونی انجام بدید برای علیه کارگران، علیه دستمزد کارگران. الان برگردیم به این قراردادهای سفید امضا و خیلی چیزهای دیگه. یعنی از همه اینا دارن، یعنی به طور واقع علنا تحقیق
تحقیر و تحمیق بیشتر فقر رو دارن تحمل میکنن طبقه کارگر. طبیعیه خود این عکس العملی از طرف طبقه کارگر نشون داد. ولی ما تو جامعه ایران الان شاهد وجود تشکلای چه محلی کار یا مستقل و چه مستقل از دولت منظورمه، چه سراسری محروم هستن کارگران. مثلا شما اگر نگاه کنید در این دو سه ساله اخیر که کارگران و بخشای دیگری از جنبش کار اده چیز معلمین و اینا تلاش داشتن که با هم همگامی کنن، کارهای بکنن، فعالیتای اجتماعی بکنن و تلاش میکردن برای ایجاد تشکلهای مختلف کارگری، جلو همین را نزدیک به 200 نفر یا بیشتر از فعالین کارگری و معلمی امروز تو زندان هستن و خود همین کشمکش و درگیری و زندانی و اسیر نشون میده که کارگران در جامعه دارن مبارزه میکنن برای به دست آوردن تشکلاشون، برای به دست آوردن حقوق و مزایاشون. ولی خب این نشون میده که رژیم هیچ راه حلی، هیچ فرجه و هیچ امکانی برای کارگرها جا نمیذاره، حتی همین قانون کاریه که خودشون رعایت نمیکنه. من یه نمونه بهتون بگم در رابطه با رعایت نکردن همین چیزایی که خودشون یه روزی بهش اقرار کردن یا نوشتن یا امضا کردن تو مجلسشون. یادم هست تو سنندج با توجه به جنب جوش فعالین کارگری و کارگرها و با توجه به اینکه مراکز کارگری مختلفی بود و حرکتایی بود تو جنبش کارگری، اونجا به راحت نشریه کار و کارگر که مال رژیم بود آزاد بود. ولی اگه من و شما از سنندج برمی‌داشتیم می آوردیم سقز، تو وسط راه ما را بازرسی می‌کردن و مورد مؤاخذه قرار می‌دادن که کار و کارگر که نشریه خود رژیمه قدغنه، بخاطر اینکه مشغله ایجاد نکنه، بخاطر اینکه مسئله ای رو تو جنبش کارگری یا تو کارگر ایجاد نکنه که قوانین اینجوری هست. تا خود همین قانون چیز ماده 41 خود همین هم پاک میکنن که حد اقلی که کارگر اگه بتونه بهش متوسل بشه و یه غیر از کارفرما رژیم بگیره برای به دست آوردن حقوقشو اجازه ندن و نمونه و بیشتر افسر از کارفرما و صاحب کار رو باز کنن برای استثمار بیشتر، برای تحمیق فقر بیشتر به کارگرها. قطعا عکس العملی رو از طرف کارگرها ایجاد خواهد کرد و ما میبینیم مبارزاتی رو شاهد هستیم که هر گوش و کنار این ورور اعتراض دارن. ما در یک سال اخیر شاهد اعتراضات وسیعی بودیم که بیش از 2000 اعتصاب و اعتراض کارگری و مزدبگیران تو جامعه بوده بخاطر دست آوردن حقوقاشون، مزایاشون. این حرکتشون بیشتر به خاطر اینکه این اعتراضات این حد اقل مدرک رو به دست نگیرن و بگن ما میخوایم حد اقل این اجرا بشه. به نظر من این یه حمله دیگه یه به معیشت کارگر و طبیعیه که کارگران در مقابل این عکس العمل نشون خواهند داشت. هنوز این به طور رسمی علنی نشده، عملی نشده، ولی دارن تلاش میکنن که این کار رو انجام بده. رفیق حسین، از شما میپرسیم واکنش کارگران رو در صورت لغو قانون ماده قانون 41 کار. ببینید من قبل از اینکه قانونی که خودشون تصویب کردن، قبل از اینکه وارد ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی بشم، بهتر یه مقدار به گذشته برگردیم. این وقتی که سیاست های نیولیبرالیسم سال 1970 در حوزه جهانی پیش رفت، بعد از دو دهه اونقدر این هر جا رفت گفتیم که فقر فلاکت برد جلو، فاصله طبقاتی رو زیاد کرد، در نتیجه به قدری وضعیت کارگران در حوزه جهانی فخیم شد که اینا خودشون مجبور شدند یه سیاست حداقل دستمزد رو تعیین کنند. و یک گزارش خیلی خوبی سازمان جهانی کار ILO به وجود آورد که گفت آقا شما باید این حداقل دستمزد رو حداقل به عنوان یک حقوق تعیین شده رعایت کنید و به تمام کشورها، ببینید کشورهای عدم توسعه یافته یا جهان سوم، این مسئله رو
تلاش کردن به پیش ببرن. در نتیجه قانون کاری ایران ماده 41 به وجود اومد که حداقل دستمزد رو تعیین بکنه. این حداقل ماده 41 در واقع دو مسئله داره. یکی ماده 1 که وقتی میخوان دستمزد تعیین کنن باید از تورم رو در نظر بگیرن و بحثی که خودشون دارن در متناسب با تورم که بانک مرکزی اعلام میکنه در واقع بتونن دستمزدها رو تعیین کنن. یه مسئله دیگری داره که ماده 2 در واقع این سبد معیشت کارگری یا خانوارها رو باید تعیین بکنن که بر اساس اون بتونن ببرن جلو. ولی حتی همین مسئله رو که میخوام جلو ببرن سبد معیشت کارگری خود کارگرانی که به عنوان نماینده کارگران که در اصل نیستن بعد من بحثشون میکنم خودشون همه اعتراض دارن که حتی اینا رعایت مسائل بین المللی رو هم در این چارچوب سبد کارگری معیشت کارگری به پیش نمیبرن. خب حالا بحثی که ما داریم اینه که اولا تورمو کی میگه؟ تورمو بانک مرکزی. آیا تورمی که اینا اعلام میکنن واقعی است؟ ثانیم بر اساس این تورم چجوری میخوان دستمزد رو ببرن به پیش؟ خب ما میبینیم که تا وضعیت فعلی شورای عالی کار میره، یعنی نمایندگان شورای عالی کار به عنوان نماینده کارگران میرن و اینا میرن و نماینده کارگران 2-3 خدمت شما نماینده کارفرمایان میرن و دولت نماینده دولت. ما همینجا اگر نگاه بکنیم نماینده کارفرما هستن. حالا بگذاریم از اینکه این نماینده ها هم نماینده های ارتجاعی زرد تو زرد به اصطلاح کارگران شورای عالی کار هستن و خود دولت هم در واقع مدافع کارفرماست، مدافع سیستم سرمایه داریست. همینجا ما اگه نگاه کنیم دوباره یکه. به همین دلیل تمامی جنبش های کارگری رادیکال علیه این سه جانبگرایی هستن، این نماینده های کارگران، کارفرما و دولت، چون میدونن که این دستمزدهای واقعی رو جلو نمیبرن. تا هر سالی که اینا دست مزار تعیین کردن واقعیت هم یک چهارم اتفاق بود. یعنی این از اون مسائلی که باید حالا چجوری باید کارگران این مسئله رو به کرسی بینشونن؟ آیا میتونیم با نامه پراکنی های جمع‌آوری امضاها بریم جلو؟ آیا میتونیم تخییر ببندیم به همین نهادهای دولتی؟ آیا میتونیم به همین نهاد ارتجاعی ولایت فقیه بریم به پیش بریم؟ از این طریق خیلی ها این کار رو میکنن که در واقع این سیاست های ضرب ارتجاعی است و درست نیست. ما درست نمیدونیم در واقع. بنابراین باید بتونیم با حرکت های تشکل های کارگری با فشار از پایین اعتصابات و یه سری مسائل برحقی خود کارگران داریم بریم جلو، ولی با تشتت و پراکنده عدم انسجامی که ما داریم واقعیت امره که ما نمیتونیم و روز به روز به همین دلیل توی دستان حقوق بگیرن، دستمزد بگیرن، روز به روز به طرف فقر داره میرن و نداری داره میرن و گرسنگی. و نیروهایی هم هستن که ما باید نام ببریم که عامل بازدارنده این حرکت های دستمزد هستن و دفاع از رژیم ارتجاعی میکنن تحت پوشش مطالبه محوری نه سرنگونی. همین دانشجویان بسیج عدالت‌خواه هستن که مرتب داره نفوذ میکنن در دل جنبش کارگری و در هفته پر رفتن که عناصر شناخته شده شدن رو کردن، افشا کردن در فولاد هفته به جای دیگه. و یه سری همین سیاست محور مقاومتی ها هستن که از این چپ های به اصطلاح چشاشون چپه در اصل اینا میان در دفاع از بخشی از سیستم سرمایه‌داری دفاع از خود جمهوری اسلامی میکنن و در واقع مبارزه طبقاتی رو به درستی نمیبینن و در واقع این دستمزدهای واقعی رو زیر میگیرن. این هم از اون چیزهای خیلی وحشتناکیه که برون اومده و الان هم یه مسائلی اومده به قول معروف غوز بالا غوز شده. الان خود مرتضوی وزیر به قول معروف کار میاد میگه که آقا ما یه مسببی دفوریت داریم میبریم برای مجلس بعد از عید که این مسابقه دفوریت هم در واقع دعوای جناح هست که دو سه تا پارامتر داره. دوست داشته بودیم وقت داشته باشیم میگم، اگر نه هم که مشکلی نیست بعد ها صحبت. تو صحبت های سال های دیگه ای که ازتون چیز میکنم، البته اینجا یه چیز رو که باید گفت، واقعیت هم در کشور ما خود سپاه و دولت
بزرگترین کارفرمای بخش خصوصی در واقع محسوب میشن. اسمن دولته ولی خودش سرمایه گذاری هایی که کرده، سودهای کلانی که به جیب میزنه از طریق ران مخصوصا سپا، خودش به عنوان پیمانکار و به عنوان کارفرما داره عمل میکنه. یعنی خودش به عنوان یک سرکوبگر کارگران در اون جامعه هستش. به درستی ما اینه گفتیم، فقط من یه توضیح کوچک بدم. همین مواد و همین ماده رو میبرن اونجا مستثنا میکنن نهادهایی که وابسته به رهبری است. یعنی شما 60% 70% بزرگترین کارگاه بزرگترین چیزهای کارگاه بزرگ درآمدی، صنایع بزرگ درآمدی، یعنی اصلا محاسبه نمیشه رو مسئله مالیات گرفته نمیشه. و بعد اگه ما بریم اینو صحبت بکنیم، خب وقتی که ما بودجه رو داریم تعیین میکنیم علاوه بر نفت و گاز باید بریم اینو مسئله مالیات مستقیم و غیر مستقیم. وقتی که این دولت مردان نتونه این مالیات ها رو از این نهادهای دادن بلوک بگیرن و فرار مالیاتی هم دارن، کجا میره؟ فشار مالیاتی هم میاد بخشن بر روی همین مردم هم مثلا. فشار رو طبقه کارگر باید بیاد، رو طبقه کارگر و مردم زحمت کش جامعه. واقعیت ما حرکت های اعتراضی بسیار زیادی رفیق علی داشتیم. اون چیزی که تو جامعه ما مانی تشکل سراسری کارگران چیه؟ چون واقعیت هم برای اینکه کارگران بتونن به حقوق حقه خودشون، به مطالباتشون دسترسی پیدا کنن، خاص یک شهر یا دو شهر حرکتش نمیتونه تاثیرگذار آنچنانی باشه. نیاز به یک تشکل سراسری داره که حتی در کشورهایی مثل اینجا که ما تشکل سراسری داریم، باز نمیتونن در تمام عرصه‌ها حق و حقوق خودشون رو دسترسی پیدا کنن. در جامعه ما موانعی که مانع تشکل سراسری کارگران میشه چیه؟ در جامعه ما سرکوبه، همون سرکوب خشونت واری که ما داره میبینیم. اگر قبل از 1401 بود که حمله کردن به فعالین کارگری تو ایران رو به دقت نگاه کنیم، ببین از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی یکی از پارامترهای مهم و اساسی که این رژیم روش چیز کرده بود سرکوب کارگران بود و نگذاشتن برای ایجاد تشکلهای کارگری بود. در مقابلش تشکلهای دولتی رو ایجاد کردن که همونطور که شما اشاره کردی همشون بخشی از سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر بودن که هم کارفرما هستن هم نظامی هستن، هم یعنی منظور این که اینا در هم ادغام شدن. ما با یه رژیم کاملا ملیتاریزه نظامی روبرو هستیم در ایران. این یکی از اون ارکانهای اساسی است که در مقابل ایجاد تشکلهای کارگری مقاومت کنه. ما مثلا اگر نگاه کنی 84 به خاطر مسئله اولمه، اون موقعی که در ایران بحث اومدن چیز سازمان جهانی کار و نمیدونم بانک جهانی بانک چیز جهانی و نمیدونم این چیزایی که میخواستن در تلاش داشتن که ادغام بشن، یه فضای جدیدی ایجاد شده بود که تلاش کردن از این تشکل کارگری که شما بهش اشاره کردید، اتحادی ها و سندیکاها و مثل آیلو اینا رو ببرن که نشون بدن که در ایران هم یه تشکل کارگری میخواستن، خانه کارگر و شورای اسلامی اینا رو نشون بدن که با عکس العمل کارگران روبرو شد. و این باعث شد که در عرض، اگه یادتون باشه وقتی آنا پیوندی و چند نفر دیگه از طرف آیلو سازمان جهانی کار اینا رفته بودن اونجا که بودن، بعضی از فعالین کارگری متوجه حضور اونا شدن و تونستن ملاقات کنن با اونا و اینو افشا کردن. این باعث شد که یه حرکتی تو جنبش کارگری ایجاد بشه. ما در عرض یکی دو سه هفته یا شاید دو ماه متوجه شدیم که
فعالین فراوانی وارد عرصه عمل شدن برای ایجاد تشکلهای کارگری. اگه یادتون باشه این بیشتر این اوائل اینجوری شروع شد، تشکلهای فعالین کارگری تو شهرهای مختلف. در همون ابتدا ما شاهد ایجاد تشکلهای کارگری اینجوری شدیم، مثل چیز کمیته هماهنگی، کمیته اون یکی دیگه اسمش الله یادم پیگیری که ابتدا کمیته پیگیری شکل گرفت که نزدیک به 3-4 هزار نفر امضا کردن. کمیته هماهنگی الله با توجه به اختلافاتی که با هم دیگه داشتن بعد از اون ایجاد شد، نزدیک 7-8 هزار نفر تو این دوتا تشکل با اسم و رسم و نام و اینا وارد عرصه عمل شدن، تلاش کردن برای ایجاد تشکلهای کارگری. و بعد از اون ما شاهد حضور علنی مجموعه از فعالین کارگری شدیم برای این تلاش. و در مقابل هم رژیم در مقابل اینا سرکوب خشنی رو شروع کرد و چندین مورد تلاش شد برای ایجاد تشکل کارگری و با یه رژیم نظامی روبرو شدن. به نظر من این مهمترین و اساسی ترین مانعی بوده و جنبش کارگری، طبقه کارگر نتونسته در فراز نشیبای مختلفی بتونه تشکرهای مختلفی رو خارج از دولت ایجاد کنه. ولی این تلاش به نظر من ادامه داره و ما الان همونطور که قبلا مشاهده کردن نزدیک بیش از 200 نفر از فعالین کارگری و معلمین و مزدبگیران رو در زندان میبینیم و خیلی هم حکم گرفتن و به هر صورت فضای این سرکوب ها رو میبینی. این اجازه نداده به نظام. این یکی از حلقه های اساسی چیزه مانع ایجاد تشکل کارگری که به نظر من قدم به قدم جنبش کارگری. ولی ما الان تو شرایط خاصی تو ایران قرار داریم که کل رژیم به نظر من در مقابل جامعه و جامعه در مقابل رژیم قرار گرفته و به نظر من پروسه رفتن رژیم میشه گفت از 96 شروع شده. یکی از نکات مهمی است که ما وقتی همین باید به همین اشاره کرد که مثلا در بین محافل مختلف کارگری، در بین تشکلهای موجودی که بود، الان مثلا ما تشکل کارگری رو داشتیم تو ایران، مثلا سندیکای هفت‌تپه، سندیکای کارگران رانندگان تهران، شرکت واحد، بله شرکت واحد داشتیم، تلاشای دیگری هم شد که در نظرم به طور واقعی اینا رو چیز کردن ولی رژیم نتونست کاملا از صحنه فعالیت سیاسی اینا چیزش کنه. بعد توجه به فضایی که تو جامعه هست و این تلاشا رو داره میبینیم، تلاشای دیگری هم به نظر من اینوارور شد برای ایجاد تشکلهای کارگری. ولی تو این فضای سیاسی به نظر من این امکان و این ظرفیت رو به خود طبقه کارگر و فعالین کارگری میده و خواهد داد که بتونن با توجه به پتانسیلی که امروز تو جنبش کارگری موجود است، ولی اگر موجود هست بتونه به طور وسیع تشکل کارگری شکل بگیره. تو ایران ما تلاش‌های مختلفی از جریانات راست، چه رفورمیست و چه دولتی، اینا شده که بتونن کارگران رو در خودشون ادغام کنن برای ادامه پیشبرد سیاست خودشون، ولی به هیچ کدوم از اینا جنبش کارگر و طبقه کارگر قناعت نکرده. یعنی اگه شما به پتانسیل درون جنبش کارگر و طبقه کارگر یه واقعیت رادیکالی رو میبینید. شما اگر به کشمکشای کلن این همین قانونکارهایی که گاهن رو کاغذ می اومده نگاه میکنی، از زیر فشار اعتراض و برای خونسا کردن مجموعه فعالین کارگری بوده و تلاش کارگرها بوده به طور واقع، یعنی هیچ کدوم از اینا به خاطر حسن نیت رژیم یا از کارفرماها نبوده. در ادامه دید یعنی همینو میگم، یعنی این تلاش به طور واقعی هست موجود جامعه تو کارگره، ولی مانع اصلی به نظر من رژیم، سرکوب، اختناق. و ببین شما الان به همین فضایی که الان نگاه میکنی، برای کسی که فقط صداشو داره، نه تفنگ دستشه، نه توپ دستشه، نه تاق نشته، حکمش اعدامه. و ما شاهد تو همین حرکت های اعتراضی تو خیابون ها شده، چه از 96
بعد 99 بعد 1400 خیلی از اونایی که یا تو زندان هستن یا با گلوله مستقیم کشته شده است و از کارگرها و از طبقه کارگر بگیم. ما این درگیری و این کشمکش رو داریم از طرف کارگر با رژیم میبینیم و این پتانسیل موجوده که در فضای دیگری که کارگرها بتونن تشکلهای واقعی خودشونو هر چور مناسب میدونن تشکیل بدن و ما باید از این پتانسیل از این امکانات استقبال کنیم و تلاش کنیم که کمک بشه به چون ما در مقابل فضای تغییر تحولات سیاسی تو جامعه ایران روبرو هستیم. مرسی. رفیق از شما بشنویم. ببینید یه دونه از مسائلی که شما به درستی داره پیش میبرید در این مسئله کارگری، موانعیه که در سر راه تشکل‌های کارگری که در واقع ما میتونیم بگیم رادیکال نه دست ساخته رژیم بسیم. خب ما یه سری مسائل برمیشونیم، فقط یه سری از مسائل بسیار مهمش همونجور که قبلا گفتیم خود ساختار اقتصادی جامعه است که بر اساس این ساختار اقتصادی جامعه سیاست تعدیل اقتصادی به وسیله سیستم سرمایه‌داری الغا و تعمیر شد. این بسیار چیز مهمیه که قبلا یه صحبتی داشتیم. استبداد و دیکتاتوری نقش بسیار برجسته‌ای داره برای پیشبرد امر سود سرمایه. بعضی ما چیزی که میبینیم وقتی که کارگری با فقر نداری دست پنجه نرم بکنه در مبارزه طبیعی که یکم محافظه کارتر میشه. حالا ما دو لب است، یه بار میبینیم اونقدر دیگه میاد بالا که میرن به مسائل تمام بکنن، یه بار میبینیم نه باعث محافظه کاریشون میشه. چرا؟ وقتی که دستمزد ما چند دقیقه پیش صحبت کردیم یک چهارم خط فقر باشه، درآمدها در واقع کفاف هزینه ها رو نمیده و این هزینه های سرسام آور خودش عامل بازدارنده میشه. عدم اشتغال، دولت نمیتونه اشتغال زایی بکنه و خود بیکاری نه اینکه ذات سرمایه داریست در این کشورهای عدم توسعه یافته مشکل ما به ازای دیگری داره. در خود یه دون از مسائل حساس ما اینه که شرکت های پیمانکاری رو اینا آوردن تو، یه شرکت های جانی سود طلب که دستشون واقعا به حاکمیت و جنایی از دولت، همین جنایی دولت این هستن، جنایی گوناگون. وقتی که اینا میرن شقه شقه میکنن جنبش کارگری، وقتی که رفتن به پتروشیمی یا نفت خودش کارگرا نمیدونن طرف دولته، اونجا میبینه شرکت پیمانکاری میاد و همه رو کوچک کوچک میدن به چند شده. به این خودش یه دونه از موضوعات مشکلاتی هست. خود تشکلهای زرد که از بالا ساخته میشه، حالا یه بار میشه شوراهای کارگری، یه بار میشه بسیج، یه بار میشه انجمنهای فلان، اینا همه دچار اشکالات ما رو میکنه. بعد مشکلی خودمون هم داریم به علت این ساختار جامعه اقتصادی، 90% کارگران تو کارگاه کوچکه که اینا شمول کارگری نیستن، اینا حتی نمیتونن سندیکا یا مجموعه میبذارن چون یه چارچوبی دارن، چون چارچوب باید برن سمت درست کنن، یعنی نماینده های خودشون رو بتونه بذاره. اینا همه اون عاملی هست که دارن. فقط 10% در واقع کارگران هنی در این 10%شون در کارگاه بزرگ هستن و این یک عامل بسیار بسیار مهمیه که اینا میتونن هم حالا چون تولید درآمد ناخالص و خیلی همین بخش داره و خیلی مسائل دیگر میتونن کمر رژیم رو در واقع بشکنن. مسئله دیگری که داریم ما عدم انسجام هم در جنبش های کار کمونیستی، سازمان ها اعضا مترقی، اونایی که ریفورمیستان کاری ندارم، این عدم پراکندگی در اینا هست و هم عدم پراکندگی در خود جنبش کارگری هم ما میبینیم و اینا تحصیلات متقابل رو هم داره. این یه مشکل خاصی خودشو داره. یه دون از مسائلی که ما در جنبش کارگری داشتیم، متاسفانه چون جنبش کارگری مبارزاتشون روست، میگن باید همه چیز علنی باشه و این همه چیز در چارچوب علنی گرایی ضربه وحشتناکی ما رو زد. ما باید از سبک کارهای و تجارب و کارگری جانی و سبک کار درست انقلابی استفاده بکنیم. ما باید از مخفی کاری، علنی گری، نیمه مخفی نیمه علنی گری استفاده بکنیم و اساس کار ما باید مخفی گری باشه.
حالا البته میتونیم دوران‌های آیه انقلابی هستیم، ما قبل انقلابی هستیم، موقعیت انقلابی هستیم، اینا یه مقدار میتونه شرایطو به صورت فرق بده که این مخفی علنی مخفی نیمه علنی چطور باید بره. ولی خود کارگران پیشرو 100% بر این مسئله میتونن فائق بیان. با تمامی این مشکلاتی ما گفتیم، اما همیشه چه با استبداد چه مشکلات خاصی که برای کشورهای چون ما میسازن ثابت شده که ما میتونیم حرکت‌های کارگری و سازماندهی‌های احزاب، سازمان‌های کمونیستی و کارگری رو هر دو رو با هم به پیش ببریم. فقط باید رعایتی که گفتم علاوه سبک کار داشته باشیم. این یک مسئله است. همینجا ما نمونه‌هایی میگیم. ما دو تشکل بزرگ سندیکای اتوبوسرانی و سندیکای هفتپر رو داشتیم که همه میدونن. ما تشکل‌های خطبت شما عرض بشه داشتیم، شورای هماهنگی رو در سال 84 کمیته پیگیری اینا سال 84 خورده. این شورای هماهنگی زمانی که اومده بود، اومد ببین برنامه‌ش رادیکال بود، گفت من جنبش کارگری ضد سرمایه‌داری هستم. در همون زمان اگه ما بریم برنامه‌های نیروهای سازمان احزاب ببینیم، ضد سرمایه‌داری سوسیالیستی هستن، ولی ماهیت کار رو در جریان عمل چقدر ضد سرمایه داری می بردن جلو یه مقدار قابل بس بود. و همین جنبش کارگری به این فعالین خودشون که فعالین البته جنبش کارگری بودن در بطن جنبش کارگاه ها و در محیط کار خیلی مسائل تونستن به درستی جلو ببرن. زمین که شورای همکاری هم آمده بود با این همکاری پیگیری و کمیته هماهنگی یکی شدن و خیلی کارها رو به درستی به بهتر جلو بردن. جنبش کردستان خود علیجان هست اینجا به وضو، این رفقا دیگه از رفقای برجسته جنبش کارگری هستن و ما افتخار میکنیم به این رفقا که همه رو داشتن میبردن جلو. و بگذاریم از یه سری مسائلی که ما خدمت شما عرض بازنشستگان داریم، حالا مسئله معلمین بسیار زیادی داریم و یه دون از مسائل بسیار مهم این که از فضای مجازی هم استفاده کردیم. شورای اعتصابات کارگری ما پتروشیمی، سازماندهان پتروشیمی رو داشتیم که در فضای سیاسی واقعا اینا در صدها مکان، صد مکان با حدود صد مکان، بالای حدود 130,000 رو به تناسبهای گوناگون اینا متشکل کردن و اعتصاب رو انداختن که در یک سری عرضی در جایگاه خودش بسیار بسیار حساس بود. ما این چیزایی که میبینیم بنابراین باید این مسئله رو به فعال نیک بگیریم و تمام مسائل رو جنبش خصوصا جنبش کمونیستی و احزاب و سازمان اینها یه مسئله که ما باید حواس ما باشه، ما اهداف ما رو، ما برنامه ما رو الغا نکنیم با جنبش کارگری. این جنبش کارگری است که محیط کار تشکل خودش رو بر اساس توازن قوا و محیطی و آگاهی که داره میتونه بره جلو. یه جا سندیکاست، یه جا مجموعه عمومی است، یه جا خدمت شما از سمت قانون سمتی است و بعد ما خبازان هم داشتیم با خدمت شما. خیلی مسائل دیگر هم از جنبش های گذشته ما داشتیم، مثل کفاشان، مثل ساختمان و خیلی چیزای چاپگران میتونیم استفاده های بهینه بکنیم. در واقع من اینو موانع، یه موانع اگر من با من با دو دقیقه وقت بدید، یه موانع حساسی که امروزه به وجود اومد به نام کنفدراسیون کار، این یه توضیح کوچک میدم چون به درستی افشا شد و من بحثشو باز نمی کنم، میدونم وقت نداریم، اما واقعیت امره که این نهادهای مالی بین المللی پشتشه، احزاب و دولت آلمان پشتش بود. و بعد متاسفانه من باید بگم علارغم این که خدمت شما عرض شده اتحادیه کارگران آزاد از رفقای خوبی هستن که در داخل در فعالیت میکنن، متاسفانه به نوعی اینا درگیری مثلا باید روشن افشاگری بکنن، یعنی مطالبی که گفتن روشن و واضح نبود و متاسفانه پاره از اعضای به نام حزب کمونیست کارگری حرکت کردن که دفاع کردن از این کار دارن. این کاریست از بالا، آلترناتیو سازی است از بالا خدمت شما برای اینکه به جنبش کارگری به انحراف بکشن، چه بسا بعد از سرنگونی بتونن، چون میدونن دیگه این جنبش های بالا سازی مثل پهلوی و مشروع طلب و این چیزا جواب نمیده، اومدن دنبال جنبش کارگری که به این وسیله شاید در آینده بتونن آلتر سازی کنن. این هم من باید ملاحظه داشته باشیم که بیشتر راجع بهش صحبت نمیده. مرسی رفیق غریب. من در مورد
در واقع موانعی که تشکل سراسری کارگران وجود داشته رو هر دوتون به خوبی توضیح دادین. من میخوام ببینم اصلا خود جنبش کارگری در سال 1402 چه تأثیری در جامعه گذاشته؟ اثرات مثبت جنبش کارگری بر اوضاع جامعه چه بوده اصلا؟ ببین اگر برگردیم به همین اعتراضاتی که تو جامعه بوده و اگر به اون انتظاراتی که جامعه از کارگر داره و جایگاه و موقعیت کارگر داره، میتونیم متوجه بشیم که این انتظارات نشون میده که کارگر چه تأثیری داره و چه تأثیری خواهد داشت. این به نظر من نمونه بارزیه. همین انتقادات و ملاحظاتی که تو جنبش یا خیزش ژینا پیش اومد که چرا کارگران در این اعتراضات شرکت نداشتن، در صورتی که اکثر اونایی که در این درگیری یا دستگیر شدن یا زخمی شدن یا بعضا اعدام و کشته شدن اکثرا کارگر بودن و در کارگاه و مراکز مختلف کارگری مشغول به کار بودن و از سر کار برمیگردشتن و در این اعتراضات شرکت میکردن. همینجا دوست دارم به این اشاره کنم که خود همین اعتراضات، البته جواب اینا حتما داده شده بعضی جاها، گفته شده توضیحاتش، این نبود که با توجه همون بحث اول عدم وجود تشکلهای کارگری، عدم وجود سازمانهای سراسری کارگری که بتونه در این مبارزات از بطن این و با نقشه و با برنامه پیش بره، تا اینکه بتونی بگی چرا این برنامه پیش نرفت، اون موقع است که برمیگردیم این که چرا طبقه کارگر تو این حرکت اخیر اون انتظاراتی که ازش بود رو از خودش نشون نداد، به هم به دلیل اینکه هیچ کدوم اینا با نقشه پیش ساخته نبود، برمیگشت به اون فضا و شرایط و موقعیت که جامعه ایران داشت و مبارزات و فعالیتایی که جامعه ایران علیه رژیم و رژیم شرایطی که ایجاد کرده بود برای مبارزه و فعالیت اجتماعی تو جامعه، یعنی همه اینا در هم تنیده بود و این فرجه و امکانات رو به طبقه کارگر بتونه در کنار جنبش های دیگه با برنامه و هدفمند و به هر صورت اندازه گیری که چقدر پیشروی کنه، چقدر کجا وایسته رو داشته باشه. ولی خود همین انتقاد نشون میده که کارگر و موقعیت کارگر چه نقشی داره تو جامعه و چه جایگاهی داره تو مبارزات و آینده و سیاست جامعه. به نظر من خود همین توقع، خود همین چیز به نظر من به جنبش کارگر، به طبقه کارگر این اهمیت رو خوب به نظر من درک کردم. متوجه شده شما تو بحثا و تلاشایی که از طرف کارگران چه در تشکلهای مختلف و چه خارج از تشکلهای مختلف کارگری ما تو ایران داریم و میتونیم مشاهده کنیم. و همین مثلا شما اگه نگاه کنید تو هفته په ما شاهد شعارهایی بودیم از طرف فعالین کارگری، اینکه فراخانشون به کل جامعه بود، مثلا نان کار آزادی اداره شورایی، یعنی تنها بحث صنفی و خصوصی و شخصی مزد خودشون برای اداره جامعه راهنمایی داشت، یعنی پلتفرم داشت، ولی با سرکوب روبرو شده. اما این به نظر من جایگاه و موقعیتیه که کارگر تو جامعه داره و جامعه متوجه شده، این تأثیرات میشه به راحتی دید. و از اون طرف هم همونجور که اشاره کردیم، ما با یه رژیم خشن کاملا به سر نیزم سوار شده هستیم که جلوی اینا رو گرفته. این به نظر من یه نکته مهمیه که هم جامعه این موقعیت رو متوجه شده و هم کارگران و طبقه کارگری هم متوجه این جایگاه و موقعیت خودش شده. شما اگر نگاه کنید تو همین خیزش اخیر، تلاشای مختلفی شد، تو صحبت رفیق حسین بهش اشاره شد با اون جریانات مختلفی، نه
با همه امکانات و شرایطی که داشتن و نتونستن کوچکترین تأثیر یا توقعی در جنبش کارگر و طبقه کارگر و مزد بگیرن و جامعه ایجاد کنن. و همین توانایی و ظرفیت و پتانسیل بود که اونا یکی پس از دیگری به بنبست میرسیدن، به بحران میرسیدن، با هم دعوا میکردن و هم دیگه جدا میشدن و کلی داستانه دیگه که ما شاهدش بودیم، اینجا جای بحثش نیست و گفتنش نیست. منظورم این که این تأثیراتیه که امروز ما داریم میبینیم تو جامعه که کارگرها دارن به خاطر موقعیت اقتصادی و کلیدی که دارن. همه دارن میگن، راست و چپ میگن، کلید اصلیه خلاص کردن، خلاص شدن جامعه از دست رژیم جمهوری اسلامی کارگرها هستن و وجود کارگرها تو این اعتراضات اجتماعی هست. به نظر این واقعیتی که جامعه متوجه شده. ولی ما الان تو کلا جامعه اگه نگاه کنیم، ما شاهد جنبش های اجتماعی مختلفی هستیم که ما شاهد تلاش کارگران و بخش های مختلف دیگری بودیم که تلاش کردن که همگرایی ایجاد کنن، همبستگی ایجاد کنن، فراخوانای اول مهشون رو داشتیم، بحثای که با هم دیگه داشتن برای به هم رسیدنشون، همکاری کردنشون، مثلا تلاشی که از طرف کارگران برای قانع کردن معلمین که با هم همکاری کنن. اوائل معلمین حاضر نمیشدن که بگن ما حاضریم، ولی ما در ادامه تلاش فعالین کارگری و بخشای مختلفی از جنبش کارگری و تلاشای و اعتصابات و اعتراضات که تو جامعه از طرف کارگران میبینیم، این واقعیت رو به طور ملموس نشون داد که حاضر شدن با هم دیگه حرکتای رو انجام میدن. به هر صورت ما شاهد این خیزش بزرگ بودیم که تقریبا چندین ماه طول کشید و همه اعتراف کردن که تنها حلقه‌ای که مونده که باید این کار رو تمام کنه اینه که طبقه کارگر حضور متشکل و هماهنگ خودش رو اعلام کنه و وجود داشته باشه. به نظر این تأثیراتی که امروز جامعه از کارگر گرفته و این انتظاراتی که از کارگر امروز ایجاد شده تو جامعه و این تأثیراتی برسود ما شاید اعتراضات وسیع است. شما نگاه کن به همه این تقاطرقایی که تو این دو سه هفته اخیر بین اسرائیل و ایران و نمیدونم اروپا و اینور اونور شنیدیم، شاید جامعه کارگری و اعتراضات کارگری رو ندیدیم. متوجه بشینه گوش کنه ببینه اینا چیکار میکنن، دنبال خواسته خودش، اعتراضات خودش، مبارزات خودش، حقوق معوقش، نمیدونم همه اون چیزایی که تو جامعه ما شاهدش بودیم هستیم. مرسی رفیق. رفیق حسین از شما میشنویم، ببینیم جنبش کارگری چه تأثیری تونسته در اوضاع جامعه بذاره. البته رفیق یه چیزی رو که اشاره کرد در ارتباط با معلمین، خب معلمین خودشون یه شاخه از جنبش کارگری هن. یعنی گفتگو بین خود کارگرها اون وقت محسوب میشه، اون تأثیر گذاریش خب خیلی مثبته که بتونن این در واقع همونجا مسئله‌ای که موانع تشکل سراسری کارگران رو مطرح می‌کنیم، خود معلمین در تشکل سراسری جای می‌گیرن چون خودشون هم به عنوان طبقه کارگر محسوب میشن. رفیق تأثیر جنبش کارگری رو بر اوضاع جامعه چگونه می‌بینیم؟ بخشود ممنونم از توضیحی که دادید در راستای صحبت رفیقم علی و توضیح درستی که شما دادید. من تداوم میدم بحثای ما. فقط من برای اینکه بگم جنبش کارگری تأثیرش چیه، ما باید اثبات کنیم که جنبش کارگری تأثیر نداره، تعیین کننده است. و حالا بخاطر اینکه اینو چیز بکنیم، یه مقدار از بحث آکادمیک میایم بیرون، میگیم ما جامعه دورانای خاصی داشت، بردهداری، مبارزه بین برده و بردهدار، جامعه فیودالیسم بود، مبارزه بین روسایان و فیودالا بود، جامعه سرمایه‌داری اگه باشه بین کار و سرمایه‌دار. خب اولین چیزی که اینجا مشخص میشه، بحث‌های قبلی هم ما داشتیم، شیوه مسلط، شیوه اقتصاد جامعه چیه؟ به شیوه مسلط تولیدی چیه؟ هیچ نیرویی نیست در ایران که علمی بررسی بکنه به جامعه ایران، جامعه سرمایه داری، شیبه مسلطش سرمایه داری. وقتی که ما میگیم شیبه مسلط سرمایه داری است، یعنی اینجا باید، اینجاست که میگیم تعیین کننده
جدال طبقاتی اینجا بین دو طبقه سرمایه دار و کارگر. اینجا وقتی که ما میگیم طبقه سرمایه دار، آیا طیف ها لایه های دیگری از جناها حرکت نمی کنن؟ نمی کنن. چرا نمی کنن؟ اونا هم هستن، ولی در نهایت اینا خودشونو از لحاظ پایه مادی روشن باید بکنن. این برای خطن یا این برای خط. به همین دلیل وقتی که میان نیروها سازمان های کمونیستی احزاب کارگری اصولی میان کار میکنن، شناخت جامعه به وجود میارن، بر اساس شناخت استراتژی و تکتیک های خودشونو روشن میکنن. بر مبنای چی؟ بر مبنای شیوه مسلط تولیدی. این رو ما یه مقداری از لحاظ تاریخ تولیدی این رو میگفتم. دو این که حالا بعضی هم میگن آه شما همش بگید طبقه کارگر، یعنی فقط طبقه کارگر. ما میبینیم که یه وقت بورژوازی جمعه مثلا این مرده مشروط طلبان خواهد چی جنایی بخش از بورژوازی، آقا سلطنت طلبان بخش از جمهوری خواهان، جمهوری خواهان این لایق سوسیال دموکرات ها اینا مگه نیستن؟ این هستن، ولی اینا پاشنه آشیلی. همه اینا رو ما باید بریم در اقتصاد نگاه کنیم. همین اقتصاد نئولیبرالیسمی که اینا هر کدوم بیان برنامه بنویسن باید در چارچوب سیستم سرمایه‌داری میان بیرونی، نمیتونن تقابل از لحاظ اقتصادی با اینا بکنن. دیدیم بارها اومدن بنویسن در نوشتار گیر کردن. از لحاظ تاریخ تولیدی هم ما بریم بررسی بکنیم دوران مشروطیت که به خاطر آزادی تشکل‌ها و عدالت و خیلی چیزا داشتن حرکت می‌کردن، علی میگفتن بابا شاه تو بیا سلطنت بکن نه حکومت، عدالت خانه میخواستن ایجاد بکنن که نشد. بورژوازی ایران از پایین مبارزه بر این حرکت نکرد، بلکه بورژوازی ایران با پیش از سرمایه‌داری ایران به سیستم امپریالیستی هماهنگ شدند. از لحاظ تاریخ تولی اومد پایین که رضا شاه رو برای ما آوردن گذاشتن، و برای این جهت بود که نظم ارتشی دادن، نظامی دادن و تولیداتی به وجود آوردن، قطار رو راه‌سازی کردن. این رو ما میبینیم در این چارچوب باید دید. حالا بحث های دیگرشو من یه مقدار نمیبرم جلو، میخوام بگم که این بورژوازی از لحاظ تاریخی تولیدی عقیمه و این نمیتونه حتی مطالبات دموکراتیکی خودش رو بده. متاسفانه این مطالبات دموکراتیکی این هم برودی طبقه کارگر افتاده. به همین دلیله وقتی که شما میایین میبینین 57 اون دوران می بود، 57 میبینین وقتی جنبش کارگری اومد تو مهر انقلاب زد. ما دو نوع داریم انقلاب، انقلاب سیاسی داریم که تغییر تحول رژیم میشه ولی سیستم و مناسبات سرمایه‌داری به هم نمیخوره. ما سرنگون طلبیم، ولی سرنگون طلب نیستیم که خودمون پلی بکنیم برای جنای دیگری از بورژوازی. ما تغییر تحولات جامعه رو میخواییم، بنابراین انقلاب اجتماعی میخواییم. از این دیدگاه ما مدافع جنبش طبقاتی طبقه کارگر هستیم. آیا فقط طبقه کارگر؟ نه، متحدین طبقه کارگر در جنبش های اجتماعی مثل زنان وقتی که میان تو، ملیت ها میان تو، دانشجو میان تو، حتی محیط زیست میان تو، نهایت اینا وقتی میرن کار میکنن از این شدن با خیلی مسائل جنبش کارگری، مسائل علمی اگر میخوام به درستی ببرن جلو، اینا متحدین جنبش کارگری هستن. بنابراین ما میگیم طبقه جنبش کارگری و متحدین طبقه کارگر، علیه سیستم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و سیستم سرمایه‌داری حاکم بر جهان به امپریالیست‌ها که پشتشون هستن. و به همین دلیل آلترناتیو سازی از بالا برای ما میخوام بکنن. گاه این سلطنت طلب رضای پهلوی، گاه مطالب دیگر، گاهی اونقدر میخوان وقتی جنبش کارگری دیگه همه میگن. من یه فقط پارامتری کوچیکی بگم، خوشبختانه ببینید ما یه جنبش بزرگ انقلابی داشتیم به نام ژینا. خب تظاهرات موضعی عالی بود، تظاهرات شهری عالی بود، منطقی هم خیلی خوب اومدن، زنده باد جنبش کردستان، بلوچستان، تبریز، همه اومدن تو. اما ببینید با اینکه جنبش کارگری نیاد تو، مورش نمیتونن بزنن. احاد جنبش کارگری رفقا اومدن، ولی با عنوان احاد اومدن تو، به عنوان تشکل نتونستن بیاد تو. همین یک مسئله بسیار جالبیه که همه میگن جنبش کارگری کو، جنبش کارگری کو. این یک مرده بسیار جالبی شده، همین دنبال جنبش کارگریه. این من فقط یه دقیقه دیگه وقت میخوام. این جنبش کارگری میتونه بره جلو، فقط ما باید چند تا کار بکنیم. یک، ما این جنبش های اجتماعی رو واقعا درست ببینیم
و پیوند جنبش های اجتماعی رو که ما لولا میخواییم، واسطه میخواییم، میانجی میخواییم، این جنبش اجتماعی چون بچه سازمان ها احزاب نیروهای کاری که برسه سرکوب که بیرون هستن، این ارتباط برقرار نشده، این پیوند برقرار نشده، این جنبش های اجتماعی میتونن لولا بشن، میانجی بشن، واسطه بشن. مثل منشور حداقل 20 گانه که میتونه بیرون کنه، حداقل نگم که حداقل میتونه تکامل پیدا بکنه، ارتقا پیدا بکنه. به همین دلیل این یک مسئله. دو، کمونیست‌ها سازمان احزاب باید تلاش بکنن برن به طرف اتحاد، که نمونه شانه 6 نیرو هست، نیروهای چه به شورای همکاری چه به کمونیست، و یک سری هم الان حرکت کردن منفردین. چرا؟ چون منفردین بسیار زیادی هستن که متشکل در این احزاب و سازمان ها نیستن. این احزاب و سازمان ها با هر کمیت و کیفیت ما دفاع می کنیم، اما باید اینها هم متشکل بشه که الان جریانی به نام بلوک متحد سوسیالیستی که من یکی از فعالینشون هستم، در اوضاع جهانی هم در داخل هم در خارج، بیشتر در خارج با کمک بچه های داخل در بنا می کنیم. اینها باید چفت جور بشن به هم که این جنبش کارگری ما بتونیم به پیروزی برسیم. مرسی. زمان بسیار محدوده. من سالمو با چون واقعا جاشو خالی می بینم در کل برنامه‌ای که تشکیل شده بود در ارتباط با اول ماه مه، مسئله ستیز با کارگران افغانستانیه و ترجیح بر اینه که کوتاه‌تر جمع‌بندی شده گفته بشه که زمان رو در نظر بگیرین. ستیز با کارگر افغانستانی به نوعی در جامعه ما به کارگر ستیزی به نام بیگانه ستیزی در جامعه ما تبدیل شد واقعیت، و حاکمیت هم تمام تلاشش رو بر این گذاشته که این دیدگاه رو پرورش بده که علت بیکاری تو جامعه کسایی که از افغانستان اومدن هستن، کارگران افغانستانی هستن، و از طرفی خود مردم، یعنی میاد همین حاکمیت از نیروهای ناگاه افغانستانی امکان داره گاهن برای سرکوب استفاده کنه. مردم چون اونا رو که میبینن کل مهاجرین رو با اون تعداد انگشت شماری که امکان داره در سرکوب نقش داشته باشن میسنجن. من میخوام ببینم اینجا، خب مسلماً خود افغانستانی ها عامل گرانی و بیکاری در اون جامعه نیستن، جنبش کارگری برای اینکه بتونه چنین تبلیغاتی رو از بین ببره و چه ارتباطی کلن تونسته با جنبش کارگری کارگران افغانستان در جامعه برقرار کنه؟ من جواب دارم. من تجربه بیش از 40 سال متاسفانه و این تفرقه و ضدیت کارگران با همدیگه رو دارم. من خودم یکی از اونایی هستم که بعضاً قربانی این مسائل هستم. امروزم دارم کار میکنم، این چیزا رو دارم میبینم تو انگلستان. ببین، یادم زمان شاه اواخرای 56 بود فکر کنم، حالا دقیق سالش یادم نیست، ولی کارفرماها اون موقع ما تو شرکت اکباتان داشتیم کار میکردیم، بچه ها باید زیادی اونجا بودن. به محض اینکه خواستن حقوق کارگر را بیارن، یه توطئه رو علیه کارگر افغانی درست کردن، درگیری شدیدی درست کردن، 3-4 نفر کارگر افغانی کشته شد، چندین نفر زخمی شدن، و تمام این بود که بخشن حقوق مجموعی از کارگران ندن و بیشتر ازشون بهره کشی کنن، بخشن استفاده میکنن که پناهتون میدیم. من خیلی از نزدیک شاهد این ماجرا بودم و این کارو کردم. این همین بحث قانون 41 چیز ماده 41 و ماده 1 و اینا رو گفتی که دارن میبه، این بخشی از اون حمله است به طبقه کارگر، به مزد کارگران. این در واقع علیه کل طبقه کارگر ایرانه، نه تنها علیه کارگران افغانی. اینکه چند تا فاطمیون و اینجور چریان ها رو راه انداختن چه تو منطقه کارایی بکنن، تو ایران هم بعضن هم شایعه میکنن که مثلا میگن یه سریوری دیدیم که عربی بلدن، فارسی بلد نیستن، یک سری هستن لهجه افغانی دارن. به هر صورت یه سری اینا
اینا چیزن، اینا به خاطر ایجاد تفرقه، به خاطر فضای ایجاد فضای ناسیونالیستی و ضد انسانیه که به نظر من درست میکنن، ولی دودش مستقیم میره چش خود کارگره جامعه. مثلا همین بحث زنان، مثلا ما تو همین جامعه که داریم کار میکنیم، برابر کار میکنیم، کارگر زنی که با من کار میکنه 75% از حقوق من میگه، همون کار میکنه که من انجام میگه. این باعث میشه که من تحت فشار قرار بگیرم. من همین تو همین لندن بهم صدا زده، من میبخشید من نمونه میخوام میرم، من صدا زده طرف میگه بیا کار بهت بدم، من رفتم قیمت کار دادم، میگه کرد طرف، ببین ما کرد مثلا، میگه آقا کاکلی این پولو اگه بدم میدم به اجنبی. گفتم اجنبی منظور چیه؟ گفت منظورم انگلیسیه. گفتم خود ما اجنبی هستیم، اجنبی منظور خارجیه، طرف چیز بود. این همه کردایتیت همین بود که به من حقوق کمتر بدی چون من خارجیم. یعنی بحث اصلی در واقع جنگ پایین آوردن حقوق و مزایا و مزد کارگر است. ربطی به این که ببین کارگرات تو هیچ جامعه ای سربار هیچ کسی نیستن، بلکه منشأ تولید و ایجاد امکانات هستن. از هر مملکتی بیای، از هر کجا باشی، داری کار میکنی، تولید میکنی، برهم ایجاد میکنی، فضا ایجاد میکنی تو هر منطقه. اون کسی که باعث فقر و مصیبت تو اونجا، اون کسی که داره اختلاس میکنه، اون کسی که ده میلیارد میلیارد داره پولا رو با از طریق صرافی میاره تو لندن و انگلیس و اونور اونور داره خونه و مغازه و اینا میخره، چون میدونه نمیمونه تو اونجا. اینا به نظر من واقعا واقعا کارگرای ایران و مردم ایران باید اینا رو حتما میدونن از من شما بهترین. ولی خب متاسفانه حتما یه عده‌ای هستن که متوجه نیستن، متوهم هستن. و مثلا همین انگلیس برگزیت از یه فضای راسیستی ایجاد شد، خارج شدن دولت انگلیس از اروپا به خاطر ضدیت با خارجی ها بود. درست. در صورتی که خود انگلیسی ها میگن کارگر خارجی سویت شکلات هن. شکلات شیرین هستن، با مزد کم کار میکنن، بهره خوبی هم دارن. یعنی کارگری که ری داد به این که از اروپا کاری ندارم، خود اتحادیه اروپا به هر صورت رب داره به نیو لیبرالیزم و نمیدونم اون کامپای امپریالیستی، نه کاری به اون ندارم، ولی رفتن انگلیس از چیز بخاطر این که حزب کنسروتیو ری نمی آورد اگه این فضای راسیستی و ضد خارجی رو درست نمی کرد. این چیزی نیست که فقط تو ایران باشه، همه جا دارن موقعی که بخوان حمله کنن به معیشت کارگر، به معیشت جامعه، این فضای راسیستی و ضد انسانی رو ایجاد میکنه. به نظر من این فضاست و این وظیفه همه کارگرای آزاد خواه و رادیکال و همه انسانهای شریف و آگاه است که علیه این فضای راسیستی و ضد انسانی وایستن. من میدونم وقتت کم، ولی حرف زیاد دارم چون خیلی کشیدم از این چیز، چون مثل مهاجری که طلب، مثلا من تو از سقز میرفتم تهران مهاجر محسوب میشدم، حالا از ایران اومدم انگلیس اینجا محاسب محاجر. این من دارم تمام زندگیم دارم با این زیر این فشار دارم زندگی میکنم و حتما میدونیم این به خاطر به طور واقعی حمله به معیشت کارگر و زحمت کشی اون جامعه است. نه ربطی به کارگر افغانی، نه ربطی به کارگر ایرانی، نه ربطی به کارگر فلان کشور داره. خیلی ممنون، میبخشید شاید زیاد. نه خواهش میکنم، مرسی. رفیق حسین از شما بشنویم به طور خلاصه تر که ببینیم واقعیت هم اینه که بیشتر اینکه جنبش کارگری در ایران در پیوند با این کارگران افغانستانی چه برنامه‌ای داره؟ آیا برنامه خاصی رو پیاده کرده؟ آیا یک وحدتی رو به وجود آورده؟ آیا سعی کردن که اونا رو در پوشش بگیرن و با اونا صحبت بشه؟ یا اصلا برنامه‌ای برای این که با اونا وحدتی به وجود بیارن، همکاری به وجود بیارن وجود داره یا نه؟ ببینید یه دونه از مسائل بزرگی که ما در جامعه بگیم به صورت راسیستی، فاشیستی، تبعیض نژادی طرف، این عزیزان افغانستانی ما هستن. حالا علی به درستی گفت خود رو واقعی کرد خیلی زیر ضربه اینا
به درستی لمس میکنن، لمس های واقعی در هر چارچوبی که میرن. این عزیزان افغانستانی ما هم از درون داره میخورن، یعنی هم رژیم در عرصه های گوناگون زد پاشیده کرد اینا. خب اینا به عنوان پناهجو میان در کشورهای خارج، حالا هر جایی که بتونن، تو جامعه ایدئولوژیک مثل جمهوری اسلامی اینها هم مشکل برش ایجاد کردن. خب وقتی که طرف شناسنامه نداشته باشه چجوری باید اشتغال زایی بکنه؟ چجوری باید کار بکنه؟ این بچه هاشون هنوز مدرسه نمیرن، به همین دلیل در خیلی جاهایی میرن که خطبت شما عرض بشود استثمار وحشیانه میشن، چه در دو زندگی ها، ریسندگی ها، نمیدونم خطبت شما آجرسازی ها، خطبه و خیلی جاهای دیگه. و خیلی جاها به هوایی که پولاتونو بیاییم برای شما نگه داریم، بعض مدتی پولای اینا رو میخورم آده اینگه پرتاب میکنم میرم. یعنی فحشتناک این حرکتاشون در جامعه چونیشن. رژیم ایدئولوژیک هم تولید باز تولیدش این حرکت ضد عزیزان افغانستانی ها. چرا؟ چون یه دونه از مسائل گفتم، ذات سرمایه داری مسئله بیکاری. بیکاری که میاد خب مشکلات و مصائبی خیلی خاص خودش میاره، و این ما اشرافیت طبقه کارگر هم داریم، در همه طیف ها ما مسائل خاص خودمون رو داریم، درست و نادرست داریم. خب این وقتی که بیکار نون نداره بخوره، در اولین فرصت میخواد خودش رو بره به جایی برسونه که بچهش داره از گرسنگی میمیره. خیلی ها دیدیم با خانواده خودشون رو کشتن، خودکشی کردن. خب این تصادف رو ما میبینیم، نه اینکه نمیبینیم. اینها رو باید کار آگاهانه بکنیم. توری ما وجه مشترک داریم، وجه مشترک ما چه در ایران، در هر جای جهان کار است و کار. طبقه کارگر کار میکنه، کار لازم داره، کار غیر لازم داره، ارزش اضافه تولید میکنه و فربه میکنه این سیستم سرمایه‌داری، این رژیم های ارتجایی رو. این وجه اشتراک ماست. در نتیجه من میخواستم بگم که ما باید، چون وقت نیست مقدار فرموله بکنم، ما باید تلاش بکنیم از دیدگاه طبقاتی به این مسئله برخورد کنیم، به این عزیزان ما رو از لبه تیغ در بیاریم. ما میفهمیم خیلی ها به علت پایگاه مذهبی که دارن، تفکر مذهبی که دارن، به قول معروف میرن تو فاطمیون و مسئله خراسان و چقدر رفتن به اینا سوء استفاده کرده و دین نداره، اینا رو جمع جور میکنن برن اونجا. خیلی ها اینا اعتقاد ندارن، برای بیرون آوردن میریم یه پولی میگیریم برمیگردیم اینا ما رو میزنن سر کار. چه بسا این همه کشته شده میخس آمار مفقود اسرای اینا رو ما نمیدونیم، کشته شدگان اینا رو ما نمیدونیم. بنابراین ما باید علاوه بر مسئله طبقاتی تلاش بکنیم از لحاظ فرهنگی در عرصه های گوناگون نوشتاری، گفتاری، فیلم، تئاتر، موسیقی، هر چیزی که میتونیم این مسئله رو از جامعه پاک کنیم و این مسئله کارگر ستیزی، افغانی ستیزی رو واقعا ما از بین ببریم. خیلی ممنون رفقا، تشکر از حضورتون، خستم نباشین. امیدوارم که در جلسات بعدی بیشتر میتونیم بپردازیم، چون لازمش اینه که در مورد زنان صحبت بیشتری بشه. امیدوارم در جلسات بعدی بتونیم در این مورد بیشتر صحبت کنیم و تشکر از حضورتون و به امید پیروزی طبقه کارگر بازم تبریک میگیم به تمام کارگران جهان و به شما رفقا. ما هم سپاسگزاریم از شما و دست اندرکاران و تیوی برابری که این امکانات در اختیار ما گذاشتن که بتونیم پاری از مسائل رو با بینندگان و شنوندگان شما در میان بذاریم. مرسی. همچنین منم تشکر میکنم از شما و کارکنان تلویزیون برابری و همه بینندگان شما که تا این لحظه با ما بودن. تشکر.